سلام، خیلی چکرم، خوش اومدید. صدای گرفته منو ببخشید، به خاطر این سرماخوردگی لعنتیه. توی این ویدیو میخوایم با هماهنگ جدید فرزاد فرزین به اسم تنها رو ببینیم. خیلی من این ور اون ور تعریف و تمجید از موزیک شنیدم، خیلی بهبه و چهچه ها. میخوایم با هم ببینیم چطوره موزیکش. حالا شما یه زحمت بکش واسه اینکه سرما نخوری دکمه سابسکرایب رو بزن تا بریم با هم موزیک فرزاد فرزین رو گوش کنیم. بفرمایید. چهار دقیقه و پنج ثانیه کانال یوتیوب فرزاد فرزین. چند تا گیتار رو صحنه است: کسرا بختیاریان، شاهین راستین، فرید مهاجرپور و ایمان احمدزاده هم سازنده های موزیکن. چه فضای فلامنکو اسپانیشی، چه ست جذابی. هم لباسای مشکی پوشیدن، چندین و چند گیتار تو فضای موسیقی اسپانیش. فرزاد چیکار کردی؟ من عاشق هر کی بشم میره. یک دقیقه ببین، خیلی فضا سازی اینترو اول، اوپنینگ خیلی جذاب و خوشگل داشت، ولی تقریبا یک دقیقه طول کشید. برای یه موزیک 4 دقیقه شاید یک دقیقه یه ذره زیاد باشه، با اینکه خیلی فضا سازی خوشگل بود، ولی شاید یه ذره کوتاه‌تر میشد، میتونست بهتر باشه. حالا ما داریم تصویر میبینیم، شاید بعضی وقت بخوای صوتو فقط گوش کنی یه ذره اوسر سر بر بشه. من خستم از این قصه گفتن ها، وقتی به دنیا اومدم باید اسم منو میذاشتن تنها. اسم موزیکم همینجا گفته شد: وقتی که دنیا اومدم باید اسم منو میذاشتن تنها. شعرش ترانه جذابیه، کسرا بختیاریان فکر کنم نوشته بود. جالبه. من عاشق هر کی بشم میره، کی دیده اون که رفته برگرده، اون یک منم جای تعجب نیست، جمعیت دنیا اگه فرده. چه پرسپکتیو قشنگی داره، چه دیدگاه جالبی داره. ترانه سرا خوش آمد. کسرا بختیاریان اصطلاحات قشنگی استفاده میکنه، میگه جمعیت دنیا اگه فرد باشه، اون یه دونه ای که فرد منم، بقیه همه زوج زوجن، یه دونه منم فقط فردم، جمعیت دنیا رو هم به هم ریختم. خیلی دیدگاهش دیدگاه قشنگی بود. یه خداحافظ ساده است، یه غروب پیاده است، یه دروغ قشنگ، یه سکوت عمیقه که با دوری رفیقه، نه با این دل تنگ. عشق میگه یه دروغ قشنگه. اینجا یه پارادوکسی هم داریم دیگه، دروغ که همیشه خب زشته، چرا باید دروغ قشنگ باشه، ولی عشق رو تشبیه کرده به یه دروغی که حالا قشنگه، یه متناقض نمایی این وسط انداخته. موزیک خیلی شیرین و گوش نوازه، صدای فرزاد فرزین خیلی عالیه. من حالا یه اجرایی هم ازش رفته بودم، یه ولاگ کوچولو گرفته بودم، لینکش رو این بالا میذارم، تو پایینم توی دیسکریپشن هست بعد دیدن این ویدیو. لطفا اون ویدیو رو هم دوست اگه دوست دارید طرفدار فرزاد هستید میتونید ببینید. خیلی کلا استایلش خوبه، الان میبینید تو این سبک هم اومده،
با اینکه اونقدر سبک جو افتاده ای واسه موزیک ما نیست، شاید بیشتر شهرام شکوهی سالها پیش تو این فضا تو این سبک کار میکرد، خیلی جا نیفتاده، ولی چقدر همه چی خوبه. و کلا هم این جور موزیکا استایلش یه جوریه که شاید یک نواخت به گوش برسه، شاید مثلا الان یه کاری باشه یه کار دیگه بعدن گوش کنی، یه کار 2 سال پیش گوش کرده باشی، فضاهاشون همه کلا یکیه به خاطر استایل کاره، وگرنه تنوع آنچه اونقدر زیاد نمیشه داد. ملودی در همین حد جای مانور داره. کلپی که فرزین میزنه انگار خیلی سینک نیست با کلپی که اون زیر خیلی ضعیف میاد، کاش یه ذره صداش رو میآوردن بالا وقتی که حالا تو ویدیو میخوان روش مانور بدن، کاش تو موزیک هم صداش میاد بالا و یه ذره سینک تر میشد. و اونم که با کیبورد داره میزنه صدای آکاردئون میاد، حالا شاید سینتش رو اون نصب افکتور داره اتفاق میفته، یا اینکه حالا نما فقط داره میزنه تو موزیک اصلی با آکاردئون خورده، نمیدونم. تنها که میمونه های هر شبم، ای با خودم میگم ای کاش برگردم عقب، اما دیگه دیره، من عاشق هر کی بشم میره. یه بار دیگه این شاه مصرعی خودش استفاده کرد تو این کلید این ترانه، من عاشق هر کی بشم میره. اوپنینگش هم شعر با همین شروع شد، الان باز دوباره یک جای دیگه اشاره کرد، یک اشاره دیگه به تنهایی داشت، وحدت رویه خیلی خوبی داره کلا ترانش. تنها که میمونم درگیر میشم با خودم، اما نمیدونم چی شد من اینجوری شدم، این عشق دلگیره، من عاشق هر کی بشم میره. آره من عاشق هر کی بشم میره. عشق یه خداحافظ ساده است، یه غروب پیاده است، یه دروغ قشنگ، عشق یه سکوت عمیقه که با دوری رفیقه، نه با این دل تنگ. عشق یه خداحافظ ساده است، یه غروب پیاده است، یه دروغ قشنگ، عشق یه سکوت عمیقه که با دوری رفیقه، نه با این دل تنگ. باریکلا آقا خیلی خب، اینم از این. پس این تعریف تمجیدایی که ما شنیده بودیم بی خود نیست، چون یه سری هستن هر کاری یه خواننده بکنه همیشه تعریف تمجید میکنه، حتی اگه اون موزیک بد باشه یه سری، حالا اونا رو کار نریم، ولی واقعا موزیک خوبی بود. شاید بگیم فرزاد از این سیف زون خودش اومده بود بیرون، از ملودی های خاص خودش، حتی خیلی فرزادی که خودش می نویسه، خودش ترانه می نویسه، ملودی می سازه، تنظیم می کنه، تمامی عوامل داده بود کار یکی دیگه، برون سپاری به اصطلاح کرده بود و خودش فقط اجرا کرده بود و خیلی هم اجرای خوب و قشنگی بود. نظرتون رو لطفاً واسم بنویسید، می خونم جواب میدم. مرسی که این ویدیو رو دیدی. اسم من پیامه. چک کریم.